یادتون میاد توی قسمت های قبلی تلاش کردیم یه یدکش بسازیم ولی به یه مشکل خوردیم. مشکلمون دقیقا نداشتن اون قلابی بود که قرار بود به تریلی وصل بشه که از طریق اون قلاب ما بتونیم تریلی رو به ماشین وصل کنیم. الان اینجاست، پیداش کردیم و خریدیمش. دقیقا رفتم توی یکی از این گاراژایی که کمپر درست میکنن و این به کار اونا میاد. این فکر کنم چینی یا ایرانیشه، ولی اونایی که فنر داشتن و دستهای عجیب غریب داشتن و ایمنیشون بیشتر بود رو پای 17 تومن بوده. من خریدم 1 میلیون خورده. و جالبیش چیه؟ بدون خار داره اینجا، این خارو میکشی، این پینه اطمینانش در میاد و وقتی که این کلاجو میگیری اینو میذاری بالا، اینجا اتفاقایی میفته. خب حالا این برای چیه؟ این شکلی میخوره، اینو میذاری بالا میخوره اینجا و چفتش میکنیم. این توی یه سری زاویه ها الان داره میچرخه، یعنی تریلی ما میتونه توی این زاویه ها و بالا پایین جابجا بشه که خیلی باحال. این از این. حالا کاری که امروز ما باید بکنیم خیلی ساده است، ولی خداییش یه تومن خیلی گرونه. البته که یه چیزام بهتون بگم، این پیچ و موره ها شد 200,000 تومن. پیچ و موره هایی که میخوره اینجا و اینجا که مخصوص پروفیله. حالا اینم بهتون بگم، این جکیه که داره یه دونه پیچ کبریتی به اینا میگن، پیچ متری ان اینا، میخوره این جلو. حالا بعد از اینکه اون بازوها رو درست کردیم که خورد به اینجا، این میخوره اینجا و همون کاری که بهتون گفتم، اینو که میچرخونیم اینجوری زاویه شاسی تغییر میکنه، ولی خب خیلی زیاده. ولی خب اینا متری ان دیگه، نمیتونستم اینو نیم متر بخرم، همشو بعد میخریدم. یه نکته جالب، این دقیقاً همون دو تا چرخی بود که تو قسمت قبلی ما پنچرشون گرفتیم که برای یدکش باشه. متاسفانه دو تاشون پنچر شدن. دوباره دستپورت بزنم به این پیکان. حالا ما نیاز داریم که این شاسی رو تراز کنیم. خب البته این الان تراز میمونه، وقتی که جوشش بدیم یا مثلا ماشین ارتفاعش کم و زیاد بشه یا وزن بیاد روش کلا میریزه بهم. خب بهتره ما در حالت خالی اینو ترازش کنیم. و نکته جالبترش اینه که تراز نداریم. خب حد اکثر جایی که نیاز داریم، حد اکثر پیچش رو میخوام در نظر بگیرم که اگه تا ته فرمون دادم یه گیر افتادم به سپر ماشینم نخوره. حد اکثر پیچشمون اینه. من اینقدر میخوام بپیچم یه جایی. حالا باید همه چی رو در نظر بگیرید. اینه. اینجا به سفر نخورده اینجا. این دوتا رو بعد این شکلی جوش بدیم کنار هم. البته این کوتاه دارم مثال میزنم. خب این دوتا اینجا و میره داخل این، دقیقا فیت اینجا. دوتا سوراخ میزنیم اینجا و این پیچه رد میشه. حالا از بالاش هم میتونه رد بشه، ولی خب اوکی. پس اولین کاری که باید بکنیم اینی که یه پروفیل برای این اوکی کنیم. بعد حالا باید زاویهش اوکی کنیم و حالا مثلا ببریمشون یا بیاریمشون این. بعد میتونیم هم همین الان چیز کنیم، دوتا پروفیل اینجا چیز کنیم، از اینجا کوتاه ببریم اینجا رو پیچ کنیم. بعد هر کاری که کردیم و انجام بدیم روی این شاسی و در آخر جوشش بدیم اینجا. این ساده‌ترین کار. من هم بذارم یه جایی که گم نشه این خار و پینش مخصوص خودش. حالا این دوتا میره داخل اینجا که البته یه تک حال میزنم که محکم باشه. دوتا سوراخ و پیچ تموم شده رفت. حالا دریل بزرگو میخوام با یه مته بزرگ. این مته رو، این مته همون مته که من باش موتور چهارچرخه رو درست کردم. قبلا بلندتر بود، هی تراشیدم فیزیش کردم کوتاه‌تر شد، ولی شاید باورتون نشه این همون مته است. از این خطایی که روشه میتونی بفهمی که مته چه قدیمیه. چرا همه ابزارهای من گم شده بجز این مته؟ همه این چیزایی که روی میزه یه بار گم شدن بجز این مته. حالا اینو میذاریم داخل اینجا، دو تا سوراخ میزنیم و پیچ میخوره دیگه. چیز طبیعیه، کاملا طبیعیه. حتی ما میتونیم زاویه اش هم تغییر بدیم. کلاجش رو باید بگیریم. خب این میخوره اینجا، ما نمیتونیم کج بذاریم، این باید حتما عمود باشه. ولی شاسی که ما داریم پایین تر، یعنی ما باید یه شیب رابطه بزنیم. میتونیم همینجا این شیب رو به جایی که اینو صاف پیچش کنیم کج پیچش کنیم، شیبش رو بدیم. الان میتونیم این کار رو انجام بدیم. در اصل این پیچ زدن ها دریل ستونی میخواد که پیچ دقیق باشه، ولی خب از اونجایی که امکانات ما در حد دوه نمیشه. الان برای تیزش میکنم ببین چه جوری کار میکنه. یعنی دستگاه رو ثابت نگه میداری، مته رو میگیری دستت، میذاری روی اینجا، با یه زاویه خاصی تیزش میکنی. پیدایی که تیز شده مته رو نگه میداره. جان مته رو چش زدیم، شکستش، رفتم مته بردم. خب سوراخ ها رو زدیم، هر جوری که شده، یه خورده سخت شد ولی خب زدیم. بذار پیچش رو ببندیم. سوراخ ها هم مرکز نیست. چرا این ورش هم مرکزه، اون یکی بعد خورده این ور میره. آره فقط همین بیرونی خورده مشکل داره. پیچه رد شد، حالا وقت بستن مهرهاش. یه خورده هم اگه نگاه کنید زاویه داره به سمت پایین، همون چیزی که ما میخواییم. خب این از این، حالا این از جک. اینجوری دیگه قشنگ میتونیم تراز نرازش کنیم. اونو که دیگه نتونستیم تراز کنیم، ولی خب این اوکیم. این تقریبا میزون شد، حالا دیگه تموم شد. ببین یه دونه از این ما جوش میدیم. نه این نقطه
دیدونم از اون ورزش شدیم کار جمعه ولی اگه بخوام استقامت بیشتری داشته باشه باید از این گوشه جوش بده، از اینجا. اگه بخوام از اینجا جوش بده ممکنه به سفر بخوره، یکم باید بریم شقتر. نیاز به دو تا زاویه داریم که بخوایم اونجا رو ببریم اندازش دقیق در بیاد. یه سری اندازه اینجا نوشتم میذاریم توی نرم افزار زاویه دقیقش رو بهمون میده. ایزی یه مثلث میخوایم ما، این زلش 133 تاست، این زلش 56 تاست. وتر میشه چی میشه؟ اینو که انجام بدیم یه زاویه اینجا به ما میده که همون 40 درجه است، زاویه 40 درجه است. این 40 درجه رو دستی هم میتونستیم در بیاریم ولی خب با نرم افزار دیگه دقتش بالاتر. حالا مسئله ای که هست مثلا زاویه 5 نداره که بخوام 40 درجه رو روی این اعمال کنم. از اون طرف هم فارسی برم ندارم که بخوام اینو ببرم، پس همینجوری چشمی باید ببریم با علم بر این که ما میدونیم 40 درجه است. یه دونه پروفیل امیدوارم اینا گیر نکنه. نه گیر نمیکنه به سفر، ولی خب لب مرز دیگه، یعنی بیشتر از این 90 درجه بشه سفر رو میگیره، هر کاری کنی اتفاق ممکنه بیفته. یه دونه همین شکلی باید درست کنیم و با هم جوشش بدیم و تمام میشه قضیه. حالا این دوتا پروفیلی که داریم این شکلی باید با هم دیگه جوششون بدیم. احتمالاً اینجا باید یه 90 درجه به ما بده دیگه. آره دیگه شاید باید 90 بده، نمیدونم. هر جا اونجا شد جوشش میدیم. یه تست بزنیم ببینیم چیکار کردیم. اوکی میخوره اینجا، اونم اونجا جوش میشه. حله تقریبا مثلا تکال شد، یه پاس کامل جوش دادیم ولی تکاله این در بس. یکم باید دید بالاتر، این ما باید ترازش کنیم، پس این باید دید بالاتر. حالا این اضافی هایی که هست رو باید ببریم. الان باید میگم شش بشه، این دقیقا باید این شکلی بریده شه. آیا در ویدیوهای فنی و تخصصی و این که داریم یه ابزار میسازیم من جدی هم؟ بله چرا جدی هم؟ چون که سخته، من نمیتونم هم مسخره بازی شوخی در بیارم هم کار کنم. کار شوخی نداره، عشق این. اما این بازو بازده میشه خیلی حال میده. نتیجه کار این برش شد، ولی خب حالا دیگه باید این پیچه رو صفر کنیم. خب حالا اینجا رو نگاه کن، اش کن. درسته که یکم اینا زاویه‌اش به هم نمیخوره ولی با جوش پر میشه. به نظر میاد که وسطه، این با اینجا وسطه. به نظر میاد چشمی دارم درستش میکنم. یه تکال بزنیم مثلا، بریم بیرون باشه دوری بزنیم. فاصله ما این که تا این که بریم بیرون دور بزنیم و فیلم بگیریم فقط دو تا تکاله. اولین تست هم رو میخوام برم، من میخوام یکم شاسی رو صاف کنم. آخی ما تونستیم بالاخره. این از یدکش ما. حالا فقط این جوش نیست، باید یکم چیزش کنیم، جوشش بدیم که بعد بریم تست کنیم. ولی چقدر دراز شد. این لامبوری هم که داره دقیقاً به خاطر اینه که جوش نداره. این جوش داشته باشه این لامبور رو نباید داشته باشه. اوه شت، داره کنده میشه. یکم جوشاشو محکم کردم در حد اینکه بریم یه تست ازش بگیریم ببینیم همه چی اوکی یا نه. اگه همه چی اوکی بود تقویتش می‌کنیم. حالا این چیزی که ما درست کردیم خیلی ضعیفه، یعنی یه چند تا لینک دیگه هم باید بره محکم بشه چون ارتعاش داره. اینم تست اولیه‌اش داره کار میکنه. روی چرخ ها عقب بوده، الان روی جلویی هم نمیتونم فشار بیارم. این هنوز اوکی نیست. اوکی نیست دیگه، مگه نخواستی بری تست بگیری؟ چرا وزنتو میذاری روش؟ چرا وقتی که کامل جوش ندادی این کارو میکنی که الان دوباره بخوای جوش بدی؟ شکست، ترکید. خیلی حرکت حرفه‌ای بود. تو چقدر نمک دیگه جرئت نمیکنم برم روش. بریم اولی تست رو بزنیم، باید فرمون بگیرم سر پیچه ها. حال میده. تریلی باشه، حس میکنم کج ممکنه بره. تا الان که همه چی اوکیه، اینجا یه خورده باید دور بگیرم. چقدر باحال حاجی، خیلی خوبه. هی دوری باشه زنیم ببینیم چی میشه. چند تا تست میخوام ازش بگیرم. یکی اینکه تست سرعت رو بگیریم، یهو کنده میشه پرت میشه. یکی اینکه مانورش رو بگیریم، یه دوری بزنیم ببینیم با چه جوری. مثلا سباک پشتش میپره بالا پایین. چقدر بالا پایین میپره. صداشون فهمیدی صدایی میده؟
ولی اسم منم کج داره میره. اینجوری که من دارم میبینم، من فقط دارم تو یه دونه آینه هم میبینمش، همیشه چرخشو تو آینه سمت خودم، تو آینه تو حالا نیدمش. تو اینجا که سر پیچ می خب نه اوکیه، الان که دارم مستقیم میرم تقریبا دارم دو تا آینه میبینمش. آره اوکیه، حس کردم اصلا کج ممکنه بره بکشه. خب حالا یه دور بزنیم ببینم چه جوریه. از اینجا نگاه میکنم، خب چه وقت نخوره به سفر. الان تا تفرمون دادم، این مانوریه که 206 میتونه بره تا به سپر هم نمیخوره. ما تونستیم بسازیمش. خیلی صدا میده چون اون کوپلینگش فلزی، این تکون میخوره صدا میده. دیریف باش بزنیم، تست آفرود یدکش با 206 لوازمی. ولی خدایی چقدر ماشین نرمه، این اصلا هیچ وزنی روش نیست، همین فقط میپره بالا پایین علکش. حالا ما اصلا داریم تست میکنیم، فقط داریم ماشین رو میکنیم برمار. بریم جوشش رو صفر کنیم، رنگش کنیم، کفش رو اوکی کنیم و دیگه کاری نداره دیگه، همین. بچه یه تست دندقه میخوام برم، چون دندقه رفتم با تریلی سخته، میخوام ببینم. هیچ وقت من تا حالا با تریلی دندقه نرفتم. خب این بوقی که میزنم اصلا در نقبه که داره تشخیص میده. من همیشه با بازی کامپیوتری در نقبه رفتم، میدم میتونم توی این مسیر برم. حالا میخوام پشتش رو بدم اون بر، پشتش رو باید بدیم اون بر، این بر باید داشت کنیم. خب حاجی وارد اما البته باید یه چالشی باشه اینجوری. ما تو بیابون قیچی کردیم، بیابون نمیشه، ولی خب الان میندازمش تو مسیر دوباره. یه جلو واقعا میخواد. خب بیارمش توی جاده خاکی. خیلی ساده است، من فکر میکردم عقب رفتم با تریلی سخت باشه، ولی اوکیه. جز اولین کسایی هم که دارم با 206 تریلی بازی میکنم. رو کن دنده عقب برات میرم میزون. بچه هم میخوام دنده عقب ببرمش داخل. اگه بخوایی هم چالش رو بایدتون نشون بدم. چالش یعنی چی؟ عشق کنید، باید سخت باشه، همه چی باید سخت باشه. عشق کنید، عشق کنید، صفا کنید. یاسین کاتش نکنید زرتی ها، همه شو مندازید. دیگه نبینم کسی بگه که دنده عقب رفتم با تریلی سخت و فلان. بیا بار اولمه تریلی دارم رانندگی میکنم با تریلی، حالا بگید سواری فلان و اینا هیچ فرقی نمیکنه. البته یه چیزام بگم، طول محورا که فاصله بیشتر داشته باشه قطعا سخت‌تره. دیگه اومدیم دیگه، هر چقدر ما اینا رو جوش بدیم خب وزن بیاد رو اینجا میبره، اصلا منطقی نیست. از نظر مهندسی هم همینه. حالا بعد چیکار کنیم؟ یه ستون باید اینجا بزنیم بیاد بالا، این ستون رو وصل کنیم به اینجا، یعنی جوش اینجا بخوره، از اینجا دوباره یه جوش به اینجا بخوره. این دیگه محکم و محکم میشه و احتمال پیچشش و کنده شدنش صفر میشه تقریبا. خب احتیاجی نیست پروفیل خیلی قوی بزنیم، همین که اینا به هم وصل باشن کار خوش انجام میده. اینی هم که باید از اینجا به اینجا وصل باشه، ما نمیتونیم مستقیما اینجا وصل کنیم چون حجم بارمون رو میگیره. و این که میخوام اینم اینی که میاد اینجا هم به اینجا وصل باشه و هم به اینجا، چون هر دو تایی هم تعلیقای عقبو داشته باشه، هم اینجا رو داشته باشه، سه نقطه به هم وصل باشه. ولی بازم اون سوتی که گفتم داره، اگه میدونید بنویسین، اینه که همین داستانی که برای جلو میخوایم پیاده کنیم، برای این کناری هم باید پیاده کنیم که این اینجوری نشکنه بیاد کنار و وزن روش بیاد. ممکنه این فاصله تا اون فاصله نزدیک هم بشن، اینجوری کج بشه. ولی خب یه متر من میخوام از موتور چهارچرخه بزنم، مطمئن بشیم که میره داخلش. چون من میگم آره کامپیوتر دیدم این اندازه رو، و ورقو بخریم، رنگو بگیریم، همین دیگه تموم شد. اینا رو هم جوش بدیم، میریم میاریمش. در خدمت شما هستیم با سپایه و تدوینگر کامرامن من رحمت مرخصی. قبول دارم زیاد خوشگل نشد. حالا اینجاش یه خورده به نسبت کجه، اینجا یه خورده زاویه داره، بعد اینجا صافه یه جوریه، ولی خب دست سازه دیگه بابا. پیش
شب من مثلا تنهایی اومدم کارو پیش ببرم که بیافتیم جلو، ولی متاسفانه میکروفونمو بس نکرده بودم، ولی همچی اتفاقی افتاد. قطعا دیدی توی فیلم من این دو تا برنامه رو زدم، یکی این و یه دونه این، و اینجا دیگه کامل محکم شد، دیگه نمیبره. خب داشتم توضیح میدادم دیشب، میدونید یا نه، هر چقدر ما این پایینی رو جوش میدادیم تا این بالای نباشه این چیز نمیشه، محکم نمیشه. حالا این اتفاق افتاده، فقط مونده جک و صفحه زیریش. امروز جمعه، صفحه زیریش نمیتونیم اوکی کنیم، پس جک رو میزنیم و رنگش میکنیم. امروز نیاز به این چرخه داریم که این خودش گردونو داره. حالا بهتون میگم این گردونش به درد چی میخوره. یه صفحه باید به این پیچ کنیم که الان ورقم ندارم فکر کنم. این جوش میخوره به اون چیزه، به اون ورقه، و این دو تا مهرم جوش میخورن به بدنه. اینجوری میشه که به چرخونیش بالا پایین میشه. توضیح نمیتونم بهتون بگم، کامل الان براتون انجام میدم. عشق ورقی که پیدا کردم ورق بخاری پیکانه. اینا ورق یکه، به کارمون میاد. فعلا ورق دو نداریم، همینو باید استفاده کنیم. مرسی. این ورقا رو پیدا کردم، ورق 1.5 مال آردیه. اینم خوبه. ببین این خیلی خوبه. خب هم خودش سوراخ داره، اینا قشنگ سوراخو میفته روی اینجا، میشه پیشش بست. نه ها، دو تا استفاده کنیم. و ورق 1.5 خیلی قویه. مدیریت بحران خوندم دانشگاه. حالا این بحران من با این قطعات مدیریت کنم. ببین این دو تا قطعه‌ای شد که الان بریدیم. حالا این میخوره روی اینجا، دقیقاً این شکلی میشه و پیچش رو باید ببندیم. حالا آموزش ساخت یدکش با بنیامین. این کار نهاییمون شد. حالا همونطوری که می‌بینید یه تیکه آهن رو باید جوش بدیم روی این. البته کوچیک‌تر هم می‌تونه باشه، ولی خب حالا من دلخرجی کردم. این کار درستی نیست که وقتی که جوش کار می‌کنیم با آب سردش کنیم و بذاری آب خودش سرد بشه استقامت بیشتر میده، ولی چون این لاستیکی داشت احتمال داشت بسوزونه. اینا مورها گرفتم. این پیچ متری هم خودش فکر کنم شد 250,000 تومان با چیز داشت. قیمتا رو میگم که بدونید، من باورم نمیشه این یدکش هم شاید 5 6 میلیون در اومد. اصلا باورم نمیشه این 5 6 میلیون پولشه. چی اینا، یه قفس مرغ دیگه انگار. قیمتا رو میگم که بدونید. در کل این باید جوش بشه به اینجا، همین جوشش میدیم، و اینم باید جوش این مهره هم جوش بشن به اینجا که قشنگ جاشو هست. بعد اینو میدیم پایین، اضافهش میبریم. یه سری چرخا بود بچه بودیم، چی بود تختقم صدا میداد، پلاستیکی بود، یاد اونا افتادم. چرا اینقدر روون نمیچرخیم؟ البته این وزنی که این روش میاد الان این چجوری میچرخه بعد نگاه کن، این دیگه فرمونم ازت میگیره. باید یدکیش بیاریم عقب تا بعدش رو بهتون میگم. بذار دور بزنم. نه دور نزنم. بچه‌ها من اینو گذاشتم اینجا. بی نگاه کن. اینجا. از این زیره مهرش هم اینجا. یه دونه جوش کره. یه دونه دیگه‌ش هم بالا جوش میده. اینو شما کن. یه خوردم کج دارم جوشش میدم. چون که این قراره بره بالا، بعداً عمود میشه. این نیاز به خنک‌کاری داره، چون مهرس ممکنه تاب بیفته، این میله دیگه نتابه توش، نه چرخ توش. قبلا از این اتفاقا برام افتاده. خب هنوز هم میچرخه. حالا اینو میاریم اینجا، یه تیکه آهن میخواییم این شکلی. کاملا روونه داره میچرخه، از دو سه نقطه هم جوشش دادیم. من این تست رو روش بزنم. ببین الان ما باید بچرخیم، بعد این میخوره زمین، چرخه الان میخوره زمین. آها حالا شد، یکم چرخه گیج میزنه ولی اوکیه. چرخه رو نگاه اون زیر. شاید خیلی کج رفتیم، ولی اونجا گیج کرده میشه. کار رو دیدی؟ بعد اونجا که رسیدیم میخوایم سطح شیب دارش رو اینو باید ببینم تا کجا بدم بالا که اون چیز چه برسه به زمین. چقدر باید بتابونیم؟ برام سوال یه همچین شیبی رو میاد بالا. خب بچه ها ما یه همچین چیزی الان درست کردیم، ولی خب من یه مشکل الان برام پیش اومده که این جک، خب با این ارتفاعی که داره نگاه کن چقدر لرزش داره، این اصلا نمیتونه تحمل کنه اون چیزا رو، وزن اون موتور رو، خیلی ناجوره. مگه اینکه بزنیمش اینجا یه ذره کوتاه‌تر میشه، ولی خب تاثیر داره. یعنی اینجا الان من برم روش میبره، کج میشه میله، ولی خب اون طرفش الان شیبدار شد دیگه، سطح شیبدار. من جرئت نمیکنم برم روش، مطمئنم این کج میشه پیدا اصلا. اگه اینجا هم بزنیم هم زیاد توفیقی نمیکنه، ولی خب باز بهتره. خب ما الان اگه بخوام چیز کنیم، اگه بخوام اینو الان اینجا بذاریم، درسته یه خورده محکم‌تر میشه، ولی مشکلی که از سپر این موتور چهار چرخه اینجاست، یعنی ما اینجا دسترسی نداریم اینجوری کنیم. قشنگ تا این جلو میاد، بهترین جامون همینجاست. حالا میتونیم یه کاری کنیم، وقتی که خالیه، الان خالیه دیگه، اونجاش هم به کف رسیده، شده سطح شیبدار. خب یه جک خوشگل کوچولو با فلز درست کنیم براش، اینجوری بیفته داخل اینجا. یعنی ما اینو دادیم بالا، اینو می‌ذاریم زیرش، اومد بالا سوار شد، بعد اوکی شد، اینو در میاریم.
همونطوری که گفتم این یه جک دوم نیاز داره. این جک در حد اینه که فقط تنظیمش کنی که بره زیر ماشین، بالا پایینش کنی که این گویش قرار بگیره و چفتش کنی و کلا بیاریش بالا. ولی برای اینکه بخواد موتور چهارچرخه بیاد داخل توی همشیشی، یه جک ما نیاز داریم به اسم و مانند دو جک موتورسیکلت. دقیقاً الان دو جک موتورسیکلت درست می‌فهمم، یعنی با دست ما اینو می‌ذاریم روی دو جک، بعد از دو جک برش می‌داریم و می‌افته روی این. یه فشارش روی اینه، مثلا لامبورایی که می‌افته روی این دو جک است. یه همچین سیستمی ما داریم که این دو تا پایه رو بعد به شیش بدیم. زدم دستمو نابود کردم سر این دو تا سوراخ، بعد فهمیدم چقدر ساده میشه اینو ساخت. اینا رو باید به هم وصلشون کنیم. حالا زدن اندازه‌شو در بیارم. این دو تا رو به هم وصل کنیم که دیگه کامل بشه. فعلا فقط تک خال میزنم. حالا باید اینو کوتاه کنیم. اول این دو تا رو اندازه هم بکنم. واقعا پروژه‌ای شد که خواهم می‌خوام تمومش کنم. خسته شدم دیگه. 12 تا باید کم کنیم. 12 تا نه، این سطح ما باید به این سطح برسونیم، میشه 15. دو جک موتور باشه. فقط یه حد آخر باید براش مشخص کنیم. از جک نیفته و جوشش بده. الان وضع روی این جک هست، ولی خب مشکلی که هست اینه که این حد آخر نداره، یعنی که یه تکون بخوره این میفته جلو. ما باید یه حد آخر براش در نظر بگیریم. این که اینجا جوش بشه، اینم جوش میشه زیر اینجا، نگرش بده. یه همچین چیزی ما الان اینجا درست کردیم که وقتی میاد عقب گیر میکنه و پاره میشه و همه چی میشکنه و نابود میشه. مرسی. از تلاش‌های بسیار این جکه شد و اینم بوشاییه که داره، دقیقاً میفته اینجا. لای خوره کیفیتش پایینش هم چون اصلا هیچ امکاناتی نمی‌تونم بخرم. میفته داخل و مهرش بسته میشه. اینم از جکش که دیگه کامل اینجا صفر وایساده و دیگه گیر میکنه آخر. حالا هر وزنی که روش بره دیگه مشکلی نداره. اوکی، هیچ مشکلی نداره. تا الان که مشکلی نداره. بعدش که موتور چهارچرخه اومد، حالا میدونم خیلی ابتدایی این قضیه و میتونه حرفه‌ای تر باشه. ولی خب بسش انقدر. موتور چهارچرخه که اومد بالا، قشنگ میشه این موتور چهارچرخه رو که فیکس کرد، یه هول بدی این میفته آروم این شکلی میاد پایین. میاد پایین. حالا میفته روی این یکی. خورده ممکنه ضربه بزنه بهمون، ولی خب این اوکیه. حالا ما تا اینجا این اوکی کردیم. اینا میاد این بالا میبندیم چه جوری؟ یه بلاوی چیزی براش درست کنیم. یه چیز دیگه که اینو باید دیگه صاف کنیم. این الان کج زاویه‌اش. اینو باید الان ببریمش صافش کنیم. دروردیم اینو باید ببریم که به نظرم از اینجا اوکیه. همون یه ذره هم برای اینکه برسه پایین دیگه درست میشه. حالا هندلی که می‌خوایم استفاده کنیم باهاش بچرخونیم دقیقاً همین هندل است. این می‌خوره تو اینجا، فقط باید جوشش بدیم. خدایش باحال نیست. آیا آچار چرخ هم اینجا خراب میشه؟ ولی خب نداره. رسیدیم به پارت جذاب رنگ‌کاری. تقریباً یه خورده پرداخت‌کاری‌هاشو انجام دادم. برمش بیرون رنگش کنیم. اگه این پیسا در بیاد. خب اینم از این. زیر اینجا هم بهتر بود یه جوشی بدیم که بذار بدیم و بعد ببریم رنگ کنیم. رنگایی که داریم متاسفانه نتونستم رنگ پیدا کنم که کلا تعطیله. این داره. اوکیه. یه دونه رنگ چیزام داریم. حالت طلایی اینا هم بیج چه رنگی اینا خیلی باحال. این یکی هم هست. اینا مخصوص رینگن بچا. حالا رینگاشو این رنگی کنیم. چه رنگیه؟ طلاییه. یه دونه نقره ایش هم هست. بیا رینگاشو این رنگی کنیم. اینا مخصوص رینگن. خدافظ. چاکریم. بچه‌ها میدونستید که این چیزی که من این چرخ جلو گردونیش که درست کردم قفل داره و الان قفل شد. دیگه تکون نمیخوره. حال کردید؟ قطعاً مرحله اول مرحله تمیزکاریه. خیلی خوشحالم که از اون مرحله جوشکاری توی اون سوله در اومدیم. واقعا خسته کننده بود. تموم نمیشد هر چی اینو جوشش میدادی. در اصل این پروفیلا رو باید با بنزین تمیز کرد، چون اینا یه لایه چربی دارن برای اینکه وقتی که توی آهن فروشی زنگ نزنه. لایه چربی رو فقط با بنزین میتونی بگیری. ولی ما بنزین نداریم. حتی شلنگ هم نداریم که بریم بکشیم از ماشینا. پس فقط یه دستمال معمولی ازش میکشیم. شیر کاکائو زد ازش بیرون. اول میخوام از رینگا شروع کنم. اوه این کرومه فکر کنم. کروم اوکیه؟ بزنم چی میشه؟ برای کرومه. چقدر هم کرومه. قشنگ مثل این کمپرهای چیز شده. مثل یدکش هایی که اصل میبرن. قشنگ این رونا شد. عاشق رینگ کروم هم اینا. این قبل کاره، اینم بعدشه. قشنگ نگاه کن جوشکاری ها کجا اتفاق افتاده. نمیدونم این فابریک اینجا جوش دادن یا اینکه طرف تصادف کرده و جوشش داده. چون هم چیکارش کرده؟ برقای چیز رفت کره زمین. رنگ بعدی اینه. بذار یه ذره زیر کار تست کنیم ببینیم چه شکلیه. اگه خوب بود که همشو میزنم، مثلا این اندازه همش نیست. ولی خب
باحاله نه؟ چه رنگی داره؟ رنگ آهنه. ولی اکلینی ها، اکلینی. طلایی خیلی تیره است این. تموم شد رفت. از اون تصمیم بر این شد که این بالاش خالص طلایی باشه. کمدی مثل میباخ، بالاش طلایی، پایینش مشکی. بنز میباخ باشه. ولی چه خوش رنگ شد. خیلی متالیکه. خب این ذره های چیزشون رو میبینید یا نه؟ خب این میچسبه با انگشتم در میاد. قسمت بالاییشو رنگ کردیم کامل. الان میریم قسمت پایینیش. پایینش مشی میکنیم خیلی احتمالاً بالاییه تو چشم بیفته. همش هم باید رنگ بشه. این از زنگ میزنه. شرفمونو میبره. رنگ کاریش کامل تموم شد. حالا میخوایم فصلش کنم به 206 ببینم با 206 و این رنگ چه نمایی داره. ما باید سفیدش میکنیم که 206 بیاد. بالاشو باید سفید میکنیم کفش مشی. این شکلی اینو بیاری نزدیک و اینجا ببینی اینا که همتراز نیستن. بعد اگه رنگش خوش شده باشه میچرخونی. بعد میاد اینجا. خب بعد اینو شکلی باز میکنی. ولی کاش سفید بود. حس کنم اگه سفید بود با ماشین ست میشد. من دو تا تم رنگی برای خودش میدم. ولی رینگاش رنگ هم رنگ شده. رینگ ماشین و رینگ این خودش. اگه نگاه کنید یه خورده اینجا پایینه. خب یعنی شیب داره. وقتی که به ماشین راسته شیب داره. اون مالبند اون بوکسل بند خود ماشین میشه تنظیم کرد و ترازش کنید. حالا اون رو بعدا انجام میدید. ولی چون که این موتور چهارچرخه موتور جلوه و میاریم جلو خودش باعث میشه که وزنش بیاد پایین صاف بشه. ببین بذاریمش داخل رو. مرسی که تا آخر ویدیو اومدی. حتما لایکش کنید. خیلی سخت بود نتونستم راحت باشم خودمونی باشم. توی قسمت بعدی بعد بریم موتور چهارچرخ رو بیاریم. البته قبلش باید ورق بندازیم. سوراخ‌دار باشن که یه پینی براش درست کنیم پشت چرخ ماشین رو بگیره. اون موتور چهارچرخ رو بگیره که در نیاد. از جلو فیکس میشه. از عقب هم یه چند تا سوراخ باید داشته باشه. پینه بخوره. حالا بهتون میگم دقیقا مثل این ماشین برا میشه. بریم دنده عقب بذاریمش داخل. دنده عقب خیلی حال میده. و اینکه کامنت برام بذارید. زنگوله چم حتما فعال کنید.